گروه دیگه از جوانان انقلابی و اعضای خانواده و بستگان شهید قهرمان مجاهد خلق جعفر کاظمی روز دوشنبه اول فروردین که مصادف با روز تولد جعفر بود بر سر تربت پاک این شهید در دماوند حضور یافتند و با او تجدید عهد کردند. خانواده شهید کیکی رو که به همین مناسبت تهیه کرده بودند بر روی مزار گذاشتند و سپس مردم حاضر با روشن کردن شمع بر مزار این شهید راه آزادی نسبت به او ادای احترام کردند. دانشجویان شجاع دانشگاه علم و صنعت هم به قله توچال در شمال تهران صعود کردند و در اونجا تصاویر یار و همکلاس شهیدشون کیانوش آسا رو که در جریان قیام 88 توسط مزدوران خامنه‌ای به شهادت رسید بر بالای قله نصب کردند. همچنین زندانیان سیاسی زندان اوین در بند 350 این زندان ضمن گستردن سفره هفت‌سین به خوندن سرودهای انقلابی پرداختند و بر عزمشون برای ایستادگی در برابر رژیم سفاک آخوندی پافشاری کردند و در پایان مراسم نوروز زندانیان سرود مرغ سحر را خواندند. خانم دایوسلطنه مادر شهید راه آزادی فرزاد کمانگر در پیامی به مناسبت سال نو گفتند آخرین نوروزی که به امید آزادی فرزند دربندم به دیدار او در اوین رفتم با امید به من گفت مادر نوروز حتما روز آزادی خواهد بود و حتما با همان را جشن خواهیم گرفت. روزی را که فرزندم فرزاد مجددار را دور نمی بینم. امیدوارم تا زنده هستم تحقق خواسته فرزندم را که همانا آزادی و برابری بود ببینم. همچنین گروهی از دانشجویان به دیدار خانواده های دانشجویان زندانی رفتند و اعلام همبستگی کردند. مادر زندانی سیاسی مجید توکلی در همین رابطه در مصاحبه گفت تعداد زیادی کارت پستال برای ما فرستادند. از همه این عزیزان تشکر می کنم. از کسانی که از راه‌های دور می آیند. اینها همه برای من مجید هستند. اگر مجید من در بند است، اینها مجیدهایی هستند که من به صدا و دیدار این مجیدها زنده هستم.